جنگ در غزه و سیاست آخوند هرزه. دیروز آخوندها می گفتند آغازگر جنگ متجاوز است و خدا متجاوز را دوست ندارد، پس تمام دنیا باید در مقابل متجاوز بایستند و او را محکوم کنند. نمونهش تجاوز رژیم صدام حسین به ایران در شهریور 59 بود که به قدری جمهوری اسلامی بر مجازات متجاوز اصرار کرد که خود به خاک عراق تجاوز نمود. دیروز آخوندها وقتی در جنگ می‌خواستند بیگناهان را بکشند می‌گفتند خدا گفته است اگر دشمن عده‌ای از مردم عادی اما از زنان و کودکان را سپر بلای خود قرار دهد، رزمندگان اسلام مجازند برای نابودی دشمن با خیال راحت آن افراد بیگناه را بکشند. تا به دشمن دست پیدا کنند. در آن صورت بیگناهان اگر پاک باشند به بهشت می روند و اگر ناپاک باشند به جهنم. در هر حال کشتن آنها نه تنها کاملا مباح و بلا اشکال است بلکه واجب است. نمونهش در جنگ ایران و عراق که با شعار موشک جواب موشک مجوز حمله به شهرهای عراق و کشتار غیر نظامیان صادر شد. این روز آخوندها می گفتند شهادت سعادت می خواهد و هر کس لیاقت نام شهید را ندارد. مسلمانان باید خیلی به خدا نزدیک باشند و نیت خود را پاک کرده باشند که به شهادت برسند. نمونه سردار قاسم سلیمانی است که تا خالص نشد شهید نشد. اما امروز آخوندها میگویند آغازگر جنگ یعنی حماس نه تنها متجاوز نیست بلکه مجاهد فی سبیل الله است و باید در کنارش ایستاد و او را حمایت کرد. امروز آخوندها میگویند کشتن غیر نظامیان در هر شرایطی جنایت است و مصداق کامل نفس کشی و نجات پرستی است. امروز آخوندها میگویند نوزاد چند ماهه چون در دامان حماس قرار دارد قطعا شهید است. به نظر شما آیا برای نجات خدا از چنگال آخوندها نباید دین از سیاست جدا باشد؟ آیا آخوندها نباید به حوزه های علمیه بازگردند؟ آیا سید علی خامنه‌ای بهتر نیست با یک خداحافظی دل یک ملت را شاد کند؟ عبدالرسول مرتضوی 12 آذر ماه 1402 زندان مرکزی اصفهان.